गवा से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाया सदा मैं मन तू मेरा ते मैं तेरिया हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया چرا انقدر گریه میکنی ها؟ دستاتو بده به من ببینم الان بهت نشون میدم اومدم همونجا بشین این چه مزخرفیه بابا تانیا اگه میشه بیا اینجا اینو ببندش کراواتم نمیتونی ببندی ولی باهات عهد یه عمر با هم بودنو که بسته نه سر صبحی لازم نیست انقدر رومانتیک بشی آه عزیزم رومانتیک بودن که زمان نمیشناسه ممکنه هر لحظه ای پیش بیاد مگه نه؟ مامان چقدر دیر میکنی؟ اما فرصت های دیگه ای هم هست دارم میام عزیزم بله عمو سلام علیکم آره من کاملا خوبم داشتم سر کار میرفتن دیگه نه خیر امروز جلسه ای نیست آن شما نمیان؟ باشه درسته خداحافظ تانیا بهم یه چایی بده داره دیرم میشه باشه؟ فرمایید پسرتم حاضره پس بریم سر میز بابا شما سر میز نرید میز میشکنه که اینطور؟ فواد امروز سورپرایزم کرد دیگه بزرگ شده لباسش خودش پوشید خب دیگه بالاخره پسر منه تو میدونی من مامانمو چقدر سورپرایز میکرد خودم حاضر میشدم خودم صبونه میخوردم خودم دوچرخمو سوار میشدم و میرفتم مدرسه حالا دیگه به حرفم نگیر بهم یه چای بده داره دیرم میشه خانم شما بند کفششو ببند من صبونه رو آماده کنم ای بابا پسر جون گوش کن لباس پوشیدن که خودت یاد گرفتی بستن کفش که کاری نداره اینم یاد بگیر دیگه بابا من نمیتونم درست ببندمش نگاه کن چیکار میکنم اینو از این ور میگیری اونو از اون ور بعدم هر دوشونو با هم دیگه اینجوری گره میزنی شما که اینو میتونید ببندین پس چرا نمیتونید کرواتتونو ببندین پسرم اینجوریه که وقتی مامانت کرواتمو میبنده بیشتر خوشم میاد اینقدرم زیاد به حرفم نگیر زود باش بیای دیگه چاییتون سرد میشه اومدیم خانم اومدیم بشین بابا واسه هم آب میوه بریز باشه پسرم کی برمیگردی؟ همین که جلسم تموم بشه برمیگردم خونه کجا رو دارم برم؟ فقط یه دفتره و بعدشم در حضور شما بله چطوری وقت کنم راشده یه کاری رو جمع میکنم یکی دیگهش پیدا میشه آره خسته شدم ولی وقتی لبخند زیبای فواد و چشمای عاشق عامر رو میبینم اون وقت همه خستگیم در میره
تو چه کار میکردی؟ یه لحظه، فکر کنم خدمتکار اومد، بهت زنگ میزنم. باشه بابا، قول میدم. باشه فعلا خدافظ. این چه شده؟ خانم جان باور کنین که چند بار بهش گفتم بشین سر جات، اما به حرف هیچ کسی گوش نمیده. یعنی چی گوش نمیده؟ درست رانندگی میکردی؟ چطوری این بلا سرش اومد؟ من که درست رانندگی میکردم، تو ماشین بچهای دیگه هم بودن. اگه این حرفمو گوش میداد و سر جاش میشست، باور کنین اینطوری نشده بود. از سر پسرم داره خون میاد. بریم داخل، حساب تو میرسم. مامان بابا رو صدا بزن. به بابا بگو بیاد. مامان بابا رو صدا بزن. الو. الو عامر، فوت خیلی آسیب دیده و نه سرش داره خون میاد. آخه چی شده؟ نمیدونم سرش کجا خورده. این همه گفتم با سرویس مدرسه نفرستی، میشاله ببین چی شده. رفتنی خودت میرسوندیش دیگه. حالا وقت این حرفا نیست خانم، تو بهم بگو که زخمش چقدر عمیقه، همینو بگو. مامان بابا رو صدا بزن، خیلی درد دارم مامان. به بابا خیلی عمیقه، فکر کنم بخیه لازم داره. باشه فقط یه کاری بکن، زخمشو محکم فشار بده که زیاد از سرش خون نره. منم سعی میکنم که زودتر بیام. مامان درد دارم. تو هم زود بیا دیگه. دارم میام عزیزم، میدونی که این وقت ترافیک خیلی زیاده. دارم میام دیگه، زودی میام. به بابا گفتی؟ آره عزیزم گفتم. بابا داره میاد، به من نگاه کن. باشه آروم باش، منو نگاه کن. باشه خوب میشی. دارم میگم میام دیگه. دلم برای تنگ نشده. شما؟ اوه نشناختی؟ همونو دارم میگم. بدون حرف زدن از کجا میخوای بشناسی؟ تو کی هستی خانم؟ به یاد بیار اون روزا رو. من کیم؟ ببین الان وقت مناسبه نیست که حرف بزنم، بعدا با هم دیگه حرف میزنیم. اما برای من زمان خیلی مناسبیه. بعد ماها دارم باهات حرف میزنم و میخوام ببینمت. گوش کن، من دارم میرم سر کارم، الان نمیتونم حرف بزنم. باشه پس مواظب خودت باش. برای اطلاع بیشترت میگم، من بیرون خونت وایسادم و منتظرتم. زود بیا باشه، نمیتونم خیلی منتظر بمونم. در ضمن الان خیلی هم دلتنگتم. سمیرا کجا پیدا کردین؟ این پابند رو تو ماشینم جا گذاشته بودین خانم. معنیش اینه که حتی سرنوشتم میخواد شما بیشتر به من نزدیک بشین. اینو که من نمیدونم، ولی سرنوشت اینو میخواد بهمون بگه که دیگه پابندتون رو جای جا نذارین. اومدین جونمو بگیری؟ یعنی حالا که تا اینجا اومدین یه قهوه با هم بنوشیم، خواهش میکنم لطفاً.
ممنونم آمر. برو اونور سمیره، برو اونور. چتون شده؟ هر اتفاقی که افتاد همش اشتباه بود. یعنی چی؟ من تو رو دوست دارم، تو هم منو دوست داری، این کجاش اشتباهه؟ من زن دارم، یه بچه دارم. آه، اینا دیگه از کجا اومدن؟ این زندگی شخصیته، ربطی هم به رابطه ما نداره. الان تو اینجا نشستی و در مورد اونا فکر میکنی؟ این خیانت سمیرا، من دارم فریبش میدم. عشق چطور میتونه فریب باشه آمر؟ آیا یه نفر نمیتونه همزمان دو نفر رو دوست داشته باشه؟ یه جوری بهم نگاه میکردی انگار سالهاست منتظرم بودی. چیه؟ مگه اینجوری نبود؟ از این طرز فکرت متعجبم. کجا داری میری؟ میرم هتل. باید چمدونمو ببندم، فردا پرواز دارم. پس بعدن همدیگر رو میبینیم؟ نه، نه هیچ وقت. تو خودت بهم گفتی دوستم داری. هرچی بینمون اتفاق افتاد یه هوس بود، همین. من تو رو دوست ندارم، هیچ وقت دوستت نداشتم. اما من به حرفات اعتماد کردم و شروع کردم به دوست داشتنت آمر. ببین سمیرا، منو فراموش کن، فراموشم کن. ما اصلا همدیگر رو ندیدیم، لطفا. نه، من نمیتونم فراموشت کنم، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، لطفا ولم نکن. آمر، من میتونم بیام کراچی. آمر، تو گفتی دوستم داری. آمر، خدا رو شکر که اومدی، ایشون فرشته نجاتمون شد. فرشته یعنی همون آنجل، مامان بهم گفت. آره پسرم، معنیش همینه. ایشون دکتر سمیراست، اومده بودن دیدن همسایه بغلیمون، اما اونا خونه نبودن، زنگ ما رو زدن. سلام علیکم. ماشاءالله پسر خیلی دوست داشتنی. ممنونم. آمر، ایشون دکترن. خدا چه وقت مناسبی برامون فرستادشون. ببین چقدر خوب زخمشو درمان کرد، نیاز به بخیه هم نشد. دکتر گفت که زخمشم خیلی عمیق نیست. ازتون ممنونم، خیلی بهمون لطف کردین. خواهش میکنم، کاری نکردم. شما دکتر سمیرا رو نمیشناسید، از لاهور اومدن. آمرم تو وزارت بهداشت کار میکنه و با دکترها سر و کار داره. اگه تو کراچی کار میکردین مطمئنا شما رو میشناخت. اشکالی نداره، اگه نمیشناختن الان دیگه میشناسن. با اجازتون برم دستامو بشورم، خونی شده. بیا عزیزم. چرا اینجا تو خونه ای من اومدی؟ منظورت چیه چرا اومدی؟ خب اومدم تو رو ببینم، اومدم نزدیکت باشم، کنارت باشم. این کارو نکن، دارم به زبون خوش میگم. وگرنه چی کار میکنی؟ جونمو میگیری؟ اونو که قبلا گرفتی؟ خونم خراب میشه، ازت خواهش میکنم. چطوری خراب میشه؟ بهم بگو چطوری خراب میشه؟ تو دنیای عالم مرد هستن که دوتا زن میگیرن،
برای هر دوشونم زمان یک ثانی میذارن و در حق هیچ کدومشون بی‌انصافی نمی‌کنن. من تو رو دوست دارم، برام وقت بذار. وقت میخوای؟ پس بیا خونم، با من و همسرم غذا بخور، فیلم ببین، حرف بزن، ولی از خونم برو بیرون، باشه؟ اما نصف وقتت باید برای من باشه، مگه نه؟ فقط مختص من باشه. من همچین وقتی ندارم بتونم برای تو داشته باشم. فهمیدی چی گفتم؟ همونجا بشین، من میام. خب آقای عامر، من دیگه میرم. کجا میرید؟ یه چای میخوردین؟ نه ممنون، چایی باشه واسه یه وقت دیگه. آقای کامرانم شاید اومده باشن، دیگه باید برم. نه، رسید برقو بده من تو دفتر به یکی از بچه‌ها بدم که پرداختش کنه. الان میارم. اینه؟ آره، درسته. این چیه؟ دکتر پابندش رو جا گذاشت. ای بابا، بندازش دور. اون که واسه یه پابند دوباره بر نمیگرده اینجا. چرا؟ از کجا بدونیم؟ خب شاید برگرده، من براش نگه میدارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چه حرفی میخوای بزنی؟ چرا هر بار سر کارم به هم زنگ میزنی؟ چرا اینقدر اذیتم میکنی؟ اذیت میکنم؟ من فکر کردم بعد مدت تا منو ببینی خوشحال میشی. دستمو میگیری و به هم میگی که دلت تنگ شده. منو میبری خونه تو، با زن و بچه‌ت آشنا میکنی و میگی که تو این دنیا تو دیوونه ای. تو چی فکر میکنی؟ که من همه چیو میرم به همسرم میگم؟ این چه توهمیه که تو داری؟ ها؟ این توهمه که فکر کنی میتونی عشق منو شکست بدی. عصبانیتت، نفرتت و غرورت جلوی محبتم میبازه. ببین دارم به چی میگم دختر. من یه خانواده دارم، زندگی خودمو دارم و تو توش هیچ جایی نداری. وقتی تو زندگی جایی ندارم، پس چرا خودتو تو دلم جا کردی؟ واسه یه سمینار اومده بودی اسلام آباد، مگه نه؟ اونو برگزار میکردی و میرفتی خونت. دیگه نیازی نبود پابندم و بیاریدم اتاقم تحویل بدی. تو لج کردی که قهوه بخوریم. اوه، نه اینکه تو هم قهوه رو عمدن نریختی رو لباست؟ چون تو هم دنبال بهونه بودی که با من وقت بگذرونی. اون شبم تنها من مقصر نبودم، تو هم مقصر بودی. در ضمن تو هم دلت میخواست بهم نزدیک بشه. خیلی خوب، من یه اشتباهی انجام دادم، ازت معذرت هم خواستم. حالا واسه یه اشتباه باید همه عمرم رو تاوان پس بدم؟ خب مگه این کجاش بده؟ من بهت قول میدم عامر، هیچ کی از این رابطه خبردار نمیشه. در مورد رابطمون هیچ کس با خبر نمیشه، همه چی مثل یه راز میمونه. تو فقط با هم ازدواج کن. ببین سمیرا، واسه من فیلم بازی نکن. خودت میدونی که بینمون هیچ اتفاقی نیفت، از سر عشق نبود. و اگه در اون مورد برات سوء تفاهم پیش اومده، پس من ازت معذرت میخوام، اما هیچ جوره نمیذارم زندگیمو نابود کنی. برات روشن شد؟ باشه، اگه میتونی جلومو بگیری پس مانم شو. اگه تو مال من نشی، من نمیذارم مال کسی دیگه ای بشی. بیرون، بیرون، بیرون. تبت خیلی بالاست، باید پاشویت کنم. نه مامان لطفا. چرا نه پسرم؟ خب تبت چطوری بیاد پایین؟
الان باید بابا تم اومد. آخ آخ آخ، این پسر تبش خیلی شدیده، خیلی بالاست. تو کجا بودی؟ خیلی بهت زنگ زدم ولی جواب ندادی، حتی تو دفترت هم نبودی. آره یه جلسه با مشتری داشتم، بعد گوشیم رو سایلنت گذاشتم. باشه بیا اینجا من برات غذا گرم کنم. نه بشین، غذا نمیخورم. چی شده؟ چرا اینقدر نگرانی؟ نه فقط نگران بچم، همین. نکنه به خاطر زخمی شدن سرش تب کرده؟ نمیدونم خانم، اینا فقط دکتر میتونه بگه. خب زنگ بزن دیگه، این همه دکتر میشناسی چه فایده؟ بالاخره باید یه جا به درد بخوره دیگه. باشه بیا اینجا من برات غذا گرم کنم. مامان خاله فرشته هم دکتره مگه نه؟ به اون زنگ بزنی. آره تو برو بهش زنگ بزن. ها باشه باشه. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل، شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده، برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. زنگ زده بود؟ من نمیتونم، حتما یکی از مشتری ها بوده. آره ساعت چنده؟ چرا سر کار نرفتی؟ الان میرم. این بچه که هنوزم تبش بالاست، به نظرم امروز باید مرخصی بگیرم و بچه رو ببرم بیمارستان. من شیر آوردن. ساعت 11 شده؟ وای از قیافتون به نظر میرسه که خواب بودین. اشکالی نداره بفرمایید. راستش من اینجا پابندم اونجا گذاشتم، اومدم اونو بگیرم. خیلی معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. ایراد نداره فواد، خیلی تب داشت، درگیر اون بودیم. بفرمایید. نه من بعدن میتونم بیام. بدون چایی اصلا نمیذارم جایی برید، بعدش هم پابندتونو میدم. الان میام.
تو بازم اومدی اینجا؟ آره، باید می اومدم. پابندمو اینجا جا گذاشته بودم. این بار شما به هم بر نگردوندین. چون من حالا فهمیدم که پابندی تو از قصد جا میذاری. تو دلت برای من نمی سوزه؟ بس کن، محض رضای خدا این کارو نکن. خب چی کار کنم؟ دلم نمیخواد بدون تو جایی برم. اگه تو میخواستی اینجوری ازم دور باشی، پس چرا به هم نزدیک شدی؟ اون یه هفته با تو انگار یه عمر بود، الان تو میگی باید از اینجا برم. التماست میکنم منو از خودت دور نکن. تو هر کاری بگی من همون کارو میکنم. هیچ کی در موردمون چیزی نمیفهمه. ما دوتا این رازو پنهون میکنیم. من میدونم تو مجبوری کنار اون بمونی، وگرنه دلت میخواد پیش من باشی. پس لطفا منو نه، داری اشتباه میکنی. عزیزم میتونم واسه توضیح بدم. تو این زنو از قبل میشناختی؟ آره آره آره، من اونو از قبل میشناختمش. اما بذار واسه توضیح. پس چرا به این چیزی نگفتی؟ خوب شد؟ الان راحت شدی؟ زندگیمو نابود کردی. ببینید شما لطفاً عامر رو دعوا نکنین، اون هیچ تقصیری نداره. حالا تو میخوای وساطت عامر رو کنی؟ آره؟ من که فقط از خونم برو بیرون همین الان. ها؟ گفتم از خونم برو بیرون. از اینجا برو بیرون. گوش کن، کار خیلی خوبی کردی. این لیاقتش همین بود. تو اینو نمیشناسی، زندگی رو برای ما جهنم کرده بود. من قسم میخورم که تانیا بهم گوش بده. تانیا گوش کن، یه لحظه وایسا. تانیا من میتونم توضیح بدم. تانیا در رو باز کن، خواهش میکنم. تانیا در رو باز کن. تانیا فقط به حرفم گوش کن. مامان داری چی کار میکنی؟ ساکت باش. باشو، داریم از اینجا میریم. کجا میریم؟ هر جایی بجز اینجا. باشو بیا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بریم بذارم. تانیا داری چی کار میکنی؟ داری کجا میری؟ هرچه دلم بخواد میرم، ولی کنار تو نمیمونم. چرا از این حرفای احمقانه میزنی؟ حرف منو حداقل گوش کن. اون زن همیشه مزاحم من بود، منم میخواستم از دستش راحت بشم. میخواستی راحت باشی؟ پس چرا به من نگفتی هان؟ چرا فیلم بازی کردی که اونو نمیشناسی؟ فقط واسه این که نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. دروغ پشت دروغ، نمیخوام حرفاتو بشنوم. برو کنار. نمیذارم از اینجا بری. چی شده بابا؟ چیزی نیست پسرم، بابات یه اشتباهی کوچیک کرده و مامانت هم منو نمیبخشه. بخشش؟ شما که دارید داد میزنید. راستش عزیزم، گاهی اوقات برای راضی کردن طرف مقابل یه ذره صدامون بلند میشه. تو به مامانت بگو که خونه رو ول نکنه بره، وگرنه بابات میمیره. مامان بابا رو تنها ول نکن، وگرنه بابا میمیره. لطفاً. نه خیر پسرم، بابات به تو من دروغ گفته، ما رو فریب داده. من چه فریبی دادمت؟ من یه اشتباه کردم و ازت معذرتم میخوام. هر تنبیه میکنی من حاضرم، ولی اینجوری خونه رو ول نکن برو، باشه؟ بعضی اشتباه ها تنبیه ندارن، بعضی گناه ها هم کفاره ندارن. اگرم داشته باشن، من یه لحظه هم نمیتونم اینجا بمونم. از اینجا لطفا مامان نرو، لطفا مامان بابا رو ول نکن، خواهش میکنم. فواد چت شده؟ فواد چشماتو باز کن. فواد پسرم، باید ببریمش بیمارستان. فواد
گفتین چه شده؟ تب شدید داره. شما بیرون منتظر باشین لطفاً، اینجا اجازه ندارین. اما من مادرشم. نگران نباشین، ما داریم درمانش میکنیم. ببینم، به دکتر ناصر گفتین؟ بله دکتر، اما فلان مریض دیگه ای داره. پس تبشو چک کنین و مامانش هم صدا بزنین که بفهمیم چش شده. چشم. من میدونم اون چش شده. اوه دکتر سمیرا، بلالیشون دخترم یه دکتر ناصر از لاهور اومده. ناصر سرش شلوغه، من میتونم معاینش کنم. شما بیمار رو میشناسین؟ آره. مامان فؤاد پسرم، مامانت اینجاست، الان تو بیمارستانی. آروم باش. باشه، من همونم که زخمتو معاینه کرد، یادته؟ آره شما خاله فرشته هستی. دکتر باید تبشو بیاریم پایین، شما لطفاً برید و آمپول تب رو آماده کنید. باشه باشه. خاله فرشته من نمیخوام آمپول بزنم. جدی؟ پسرم خاله فرشته بهت قول میده اصلا دردشو حس نکنی. باشه؟ تو پسر شجاعی هستی. آبروی من رو که جلوی همه بردی. منم دن این کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بیابرو کنه. سونیا هم ببین، من میدونم که ازم اشتباه سر زده، همین یه بار منو ببخش. منم دن این کارو نکردم، میدونی؟ من فقط نمیدونم، نمیخواستم اینجوری بشه، اما من قسم میخورم از این به بعد همچین اشتباهی نمی کنم. من دارم بهت قول میدم. اگه این اشتباه من کرده بودم چی؟ تحمل می کردی؟ دیدی؟ تو به حرفم گوش دادی و آمپولو زدی، الان حالت خوب شد، میبینی؟ اصلا هم ترس نداشت. آره خاله فرشته شما خیلی خوبین. پسرم چرا داری گریه میکنی؟ حالت که دیگه خوب شده. فؤاد لطفاً گریه نکن، من نمیتونم ببینم تو داری گریه میکنی. خاله فرشته همینطوری که منو خوب کردین، لطفاً مامان و بابام هم خوب کنین. اونا امروز دعوا کردن. اونایی که مامان باباشون جدا میشن یتیم میشن. دوست من تو مدرسه هست، اون میگه که یتیمه. خاله فرشته من از یتیم شدن نجات بدی. دستتون چی شده؟
آره من دستشو سوزوندم، خسته شدم از دستش. وقتی مادرشو طلاق دادی اینم میفرستادی باهاش بره. اینو بلای جون من کردی. از این خونه بیرونش کن بره تیمور، وگرنه این خونه رو آتیش میزنم. از اینجا میرم. آخه اینم شد زندگی؟ مامان قول بدین دیگه شما و بابا دعوا نمی کنین. ما قول میدیم که دیگه دعوا نمی کنیم. باشه؟ خوشحال شدی؟ دیگه پیش هم نمی مونیم که دعوا کنیم. همیشه ازت خواهش کنم جلوی این بچه از این حرفو نزنی؟ خیلی خوب فهد، پاشو دیگه. مامان لطفاً باید بریم پیش مامان بزرگ. تانیا لطفاً به حرفم گوش کن. چیزی بشنوم. فقط یه بار. میشینیم و با آرامش حرف میزنیم. تانیا گفتم نمیخوام چیزی بشنوم. لطفاً تانیا، تانیا حرفمو گوش کن. گفتم نمیخوام بشنوم. حداقل یه بار گوش کن تانیا. دارم با حرف میزنم. تانیا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. منو بگیر. فواد یواش‌تر، ممکنه بیفتی. فواد؟ فواد احتیاط کن. بابا، عزیزم یه ذره آروم‌تر. فواد. بابا جون. ازت واقعا ممنونم. نیاز نیست خوشحال بشی. به خاطر اصرار بچه مجبور شدم، واسه همین دوباره برگشتم. فواد تو را خیلی گریه میکرد. این پابند خیلی مبارکت باشه، همچنین صاحب پابند. دیگه بینمون هیچی نمونده. گوش کن، هر لحظه ممکن از اینجا برم. آخه چرا این کارو با من میکنی؟ تنبیهم نکن. تو تنبیه نمیشی. خوشبختی در از پشت سرت میاد. فرشته. تانیا
دیگه واسه چی اومدی؟ خاله فرشته رو دعوا نکنین بابا، ایشون امروز تو بیمارستان بهم آمپول زدن و خوب شدم. فؤاد راست میگه، من امروز از لحاظ فیزیکی درمانش کردم، اما اون روحم رو لمس کرد و منو از لحاظ ذهنی درمان کرد. شما دوتا منو اینجوری نگاه نکنین، دارم راستشو میگم، منو مادر واقعیم نه بلکه نامادریم بزرگم کرده. شاید واسه همین من اینقدر گمراه شده بودم، اما دیگه نمیذارم فؤاد و یه نامادری بیاد و بزرگ کنه. آمر، تو تقدیر من نیستی، چون خط تقدیرم از دستم رفته. من الکی داشتم اذیتت میکردم، من هیچ وقت بین تو و تانیا قرار نمیگیرم. من واسه همیشه دارم میرم. میدونم که نمیتونین منو ببخشین، اما لطفاً به خاطر پسرتون سعی کنید از من بگذرید. کجا دارید میرید خاله فرشته؟ فرشته من نیستم، تو هستی و تو باید اینو بدونی. مامان، بابا، شما امروز منو همزمان بوس نکردی. منو ببخش، نمیخوام تو و فؤاد رو از دست بدم. تلاش میکنم به خاطر فؤاد فراموش کنم، اما خودت میدونی که زمان میبره، خیلی سخته. چی کار میکنی ها؟ ما رو میترسونی؟ وایسا ببینم پدر سوخته. بخورمت ها؟ بخورمت. گواه سیار تو میره عشق دار نکلیا بے وفا تو اکھا کسے ہور نہ. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.